زکات فطره صدقه ای واجب است که باید شب عید فطر پرداخت شود. پرداخت فطریه را می توان تا قبل از نماز عید به تأخیر انداخت، اما اگر کسی نماز عید را نخواند باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت کند. با توجه به اینکه قیمت اقلام مورد نظر برای فطریه در کشورهای مختلف متفاوت است، لذا روزداران لازم است قیمت 3 کیلوگرم از قوت غالب خود را که معمولاً گندم یا برنج می باشد بر اساس قیمت این اقلام در محل زندگی خود محاسبه و به عنوان زکات فطریه به فقیر پرداخت کنند. برای توضیحات بیشتر مکالمه تلفنی داشتم با آیت الله شیخ حسین فدایی، عضو بخش استفتاءات دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بمناسبة عيد سعيد فطر كدر آینده داریم، خوب است این مسئله شرعی به عرض آقایانی که پایبند به مسائل شرعی هستن انشاءالله عرض بشه. معلوم باشه که زکات فطر یک عبادت مالی است که شب عید فطر بر انسانی که جامع الشرایط باشه و از جمله این که تواناییشو داشته باشه این واجب میگرده. البته واجب است همون شب عید کنار بگذارند زکات فطره را و صبح عید قبل از نماز عید و برای افرادی که موفقاً نماز عید را بخوانند بپردازند، به فقیر بدن، به مستحقش بدن. و اونهایی هم که موفق نشدن برای نماز عید تا ظهر وقت دارن. البته اگر از ظهر گذشت دیگه واجب هست این زکات رو بپردازن، اما نیت قضا و ادا دیگه نمی کنن، فقط نیت قربتن الله انجام میدن. این زکات فطره دو فایده بزرگ داره که همه ما خواهان اون هستیم. یکی قبولی روزه است، امضای روزه با زکات فطره میشه، و دیگری بیمه شدن عمر و سلامتی انسان و خانواده انسان تا سال آینده است. بنابراین باید سعی شه که فوراً و بدون کوتاهی این زکات فطره را انجام بدیم و به مستحقش برسانیم. مقدار زکات فطره برای هر نفر 3 کیلو طعامه و کافی است که 3 کیلو گندم باشد، گرچه بهتر از قوت غالب باشه، که یعنی انسان اگر غالبا برنج میخوره بهتره که 3 کیلو برنج بده یا قیمت 3 کیلو برنج را، ولی کافی هم هست که قیمت 3 کیلو گندم یا خود 3 کیلو گندم را بده. انشالله خدا به همه توفیق بده این زکات فطره که هم بیمه عمره و هم امضا شدن قبولی روزه است، همه انشالله ادا کنیم و خدا را بخواهیم که از ما قبول کنه. با تشکر از آیت الله شیخ حسین فدایی.